اوکی okay. امروز آلبوم بچه تخص از بهزاد لیتو منتشر شد این ویدیو آلبوم ریویو ریاکشن نیست اولیه دورنمای کلی از آلبوم میدم نظر خودم میگم دربارش و بعد میریم سراغ دونه دونه ترک ها بررسیشون میکنیم فکر نکنم دیگه ریاکشن داشته باشیم از این آلبوم اولین چیزی که من میتونم درباره این آلبوم بگم این بود که خیلی شبیه آلبوم محمرز شایع بود شایه توی آلبومش آلبوم آماده باش که داده تازگی هفته پیش داده بود سعی کرد که یه خط مشخصی رو پیش بگیره و با توجه به کار قبلش یک ساحل امنی برای خودش داشت که به خوش اجازه نمیداد پاشو بذاره تو دریا با اینکه فیت داده بود با خیلیا و این آلبوم مشخصی اصلیش همینه اینکه فیچرینگ خیلی داره توش این مثلا دیگه نهایت تخطی بود که لیتو و شایع میتونستن از اون نقطه امن خودشون خارج بشن و این تخطی رو انجام بدن خودشون ولی خیلی تغییر نکرده بودن لیتو هم توی این آلبوم دقیقا همین بود یعنی توی همه ترک ها یه لیتو بود انگار ترک ها موضوعات استانداردی داشت موضوعاتی که لیتو خب همیشه روی همونا تقریبا مانور میده و اونقدر ما رو شگفت زده نمیکنه خلاصه سر موضوعات متفاوتی نرفته بود آلبوم و روی همون استانداردهای لیتو باقی مونده بود چه لحاظ فلویی چه لحاظ دلیوری حتی یه خورد بیت بیتاش متفاوت بود مشخص بود کیفیتشون خب باحال بود خوب بود ولی بازم مثلا همون شبیه کار قدیمی لیتو کلا به نظر من بیتای های ترک های اوله این آلبوم بهتر بودن هرچی میرفت رفت جلوتر از سلیقه من دورتر میشد من بیت کار اوکی و کچی مثلا خیلی دوست داشتم بیت خود بچه توخسم دوست داشتم یه ترپی داشت که لوفای بود که با ددان و پوریا کی بسته بودن که البته جای تحسین داره ها اون دیگه نهایت مثلا انتخاب متفاوتی بود که تو بیت شده بود همه بیتا ترپی بود این یه ترپی بود که لوفای هم اومده بود زیرش حالا مثلا قاتیش شده بود اون صداهای لوفایی نه خود سبکش کاور ترک خیلی منو یاد ریچ فلکس مینداخت کاور ریچ فلکسی که دریک و تونی ما سوج با هم داده بودن اون فلش که خورده بود نور پردازی کاور مخصوصا و اینکه صورت یه شخصیه منو یاد کاور ریچ فلکس ریچ فلکس اسم آلبوم ریچ فلکس نبود که همون آلبومی که دریک و تونی دادن خلاصه مهمونایی که به این آلبوم دعوت شده بودن بجز ام و سیجل تقریبا ترک که کار رو کشیده بودن بالا هر کی با لیتو فیت داده بود بهتر از لیتو بود و کار رو کشیده بود بالا در حالی که لیتو خودش رو یه خط ثابت بینوسانی حرکت می کرد و خیلی نمیشه گفت توی چه ترکی خوبه توی همه ترک ها شبیه هم بود لیتو خب ولی مهموناش مثلا گل کاشته بودن ترکش با پوبون خیلی خوب بود ترک اوکیش با کچی مثلا خیلی باحال بود این دوتا ترک هایی بود که من همه بیشتر دوست داشتم خود بچه تخسم ولی خوبه که تکیه بازم نسبت به کل آلبومش ابقیه آهنگا به نظر من بهتر بهترین فیت ها گفتم کچی ترک اوکی پوبون قایق عجیب ترین فیت روانی تمه آیسم سیجل و لیتو اینکه سیجل و آیسم پیش هم من با لیتو اینو سیجل و آیسم من با هم نمیتونم هضمشون کنم لحاظ روانی با اینکه سیجل خیلی هم از لیتو دور نیست لیتو و آیسم عجیب نیست ولی آیسم و سیجل خیلی عجیبه بر من نمیدونم چرا بدترین ترک به نظر من حباب بود از پوریاکی و ددان حالا رسیدیم میگم چرا این به نظر من یه آلبوم معمولی بود با فیتای متوسط رو به بالا خیلی ترک خیلی خیلی تاپی نداشت که بخواد منو نگهداره جذب کنه خیلی دیگه خاص باشه یه ترک توش ولی خب ترک هایی بود که دوست داشتم توش و آلبوم خوبی بود به نظرم در کل ترک ها رو دو... حالا مهماش رو بررسی میکنیم با هم یه ترکی که با زیرو کیت داده بودن من قبلا در برون خب ریاکشن رفتم همه جوره هست لینکش رو این بالا میذارم حالا بعدم بریم ببینیم دیگه در برون اون صحبت نمیکنم خدا هنگ بچه تخص بیتش باحاله چیزی که من دوست دارم اینه که توی این آلبوم دو بار بهش چرسی شات اوت داده میشه خب به صورت خیلی عجیبی یه بار توی همین آهنگه که میگه چی چرسی میگه صدات پلی کف گمرون و صدای چرسی همون پشت هست جالبه ولی مشکلی که هست اینه که لیتو از های خیلی قدیمی و دموده شده استفاده میکنه توی این ترک مثل بالام قد لوستر یا همچین چیزی اینو مثلا یه مدت همه ترک فارسی مخصوصا ساید لیت و اینا خیلی میگفتن یادمه ترک بعدی ترک تو سیبیه من احساس کنم با توجه به اون کورسی که داره تو سیبی و فقط به خاطر اینکه قشنگه و کو... صورتیه استفاده کردن که همین مثلا همینه کل ترک بعد کرسش اصلا کرس کچو جالبی نیست به نظر من فیت ام جی و سیجل هم هست بعد خیلی جالبه که توی این کار من احساس کردم لیتو داره یه جای ورسش از فلوی قبلی MJ استفاده میکنه توی یکی از ترکاش یه ایس شات اوت ریزی هم داره به ام میده میگه که در دفعه میان اشوه پلومن ولی یهو قطع میشه من رشته کلومم اینو احساس کنم یه جای ام جی مشابهش شنیده بودم قبلا دقیق یادم نمیاد تو کدوم ترکشه ولی بیتش باحال باز ترک سوم ترک اوکی از کچیویتس و پوتک این ترک باحاله ورس کچی به نظر من بهترین ورس این آلبومه در باره پارتی با دختره و اشقاهال زیاد و ایناست ورس پوتک نسبت به چیزی که لیتو و کچی ویس اجرا کردن یه خورد خوشونتش زیاد بود به نظر من اگر یکم نرم ترم شد پوتک توی خود جنس صداش کل آهنگ بهتر ترم شد اگه این کارو میکرد انگار مثلا ورسشو کچی نوشته بود تکستو حالا پوتک اومده بود زور بزنه مال خودش بکنه با اون صدای خشنش چون این نرمی و این خوشونت خیلی میزد تو چش من میگم که میتونست اگه چیز میشد اگه پوتکم خودش رو تغییر میداد ترک یه دستتر میشد ترک بعدی روانی تم که آیسم سیجل فیت دادن با هم و اینا من این آیسم بیشتر خیلی بیشتر دوست دارم چون ورس آسونی نوشته بود و از سعی نکرده بود خیلی از کلمات انگلیسی که هیچ ارتباطی ایرانیا نمیتونن باهاش برقرار کنن استفاده کنه من این آیسم خیلی بیشتر دوست دارم از آیسم ویسلر بانک ویسلر آهنگ باحالیه ولی به نظر من توی این آهنگ خاص اجرای سیجل خیلی کرینج بود من خیلی بدم اومد ازش فیت بعدی فیت قایق از پوبون بهزاد لیتو توی این ترک و کلا یه چیز کلی در مورد بهزاد لیتو توی این آلبوم ملودیایی که کلا میزنه یه سری ملودیان با ساده ترین نوت ها و کلیشه ترین دم دست ترین نوت ها رو برمی داره سعی میکنه باشون ملودیک بخونه و یه چیزی که خیلی زود جذابیتش رو از دست میده و چندین سال پیش برای من جذابیتش رو دست داده لیتو این کارو میکنه بعد پوبان میاد یه ها و اصلا اون او او اوی او که سه تا او او اوی او که اولش میگه همه چیو میشوره میبره میدونی اینقدر که خوب پوبان توی این ترک به نظر من؟ پرفکت پوبون پوبون رپیتر شده تو این آهنگ ریورب به وکالش کمتر شده نسبت به ترک های خودش و این اتاف پذیری خوش رو داره نشون میده تو این ترک به ما تنها اشکالی که ورس پوبون داره یه کلمه بالا خواه و یه جای استفاده میکنه و اصلا یه جایشو بلکن. این کلمه استفاده وقتی بشه از طرف پوبون من پیش فرضم اینجوریه که ترجیم نشه چون نمیخوره یعنی نمیدونم چجوری توضیح بدم و نبا بگه بالا خواه من, من نمیتونم نمی <applause> خیلی سختش حزمش حزم کردنش خیلی سخته برام موضوع سر،, سر, این دارم میگم فیت خلصه فکرت بود خلصه توی این موزیک ورسش بازم از لیتو بهتر بود خب به صورت پیش یه لفظ خیلی باحالم داره بچه کلاسیک که من خوش آمد باید این باب بشه تیپیکال بچ مثلا یه شکلی که که خیلی خلص تازگی ها لفظ فمینیست و فمینیسم داره استفاده میشه مشخصا این کلمه و کلمه های جانبیش نمیم یه چیزی که به این ربط داشته باشه یه میخواد بگه جنده ولی میگه که الان فمینیست ها ناراحت میشن یه همچین چیزی و من اینجوری که داداش تو چهار تا آهنگ اخیرت همین کار کردی نیازی اشاره اگه میخوای توهین کنی یا بگی جنده بگو تعارف نداریم با هم که چرا اول اول مثلا دست پیش میگیری پس نیفتی میدونی یه جوری که میدونم فمینیستا ناراحت میشن ولی بیاین بشنوین میگن بهت جنده تو جنده ای دختر اکسشو میگه مثلا اوکیه یعنی سخت نگیر انقدر حله این نظر منه حالا لیتور اینجا بیشتر دوست داشتم نسبت به ورسایدیش ولی اوتوتونی استفاده کردن آخراش مریض بود شبیه این آهنگ Stronger Kanye West هست اولش یه اوتوتون داره اون یه اوتوتون خارمادر قدیمی اونجوری بود او یه فیت, فیت عجیب و مرگیزی دارن با کچی بیتس از بیخ حاجی توی کورس این کار کچی بیتس آرش سرطان فاکینگ ستایله یعنی حتی دلیوری اونو فلوی آرش سرعتانو و توناژ لحنش و تونه صداش و کچیویس انگار آرش سرطان رو کپی کرده به نظرم حالا اوکی که آرش سرطان هم احتمال 99 درصد اگه سورس خارجی همینو کپی کرده ها یعنی بیس احتمالا از اون سورس خارجی اومده کپی کرده بازم از آرش سرطان نیست ولی خب چیزی که مخاطب فارسی میبینه آرش سرطان و پشمای من ریخته نمیدونم شاید به گوش من اینجوری میمده اوکی دومی اوتی که به چرسی داده میشه توی این آلبوم فلوسه خب فلوس به عربی یعنی پول و اگه یادتون باشه توی ایلیگالم هم میگفت میشینم لای فلوسام چرسی رو میگفت خب اینو ورداشته لفظ فلوس استفاده میکنه که چرسی رو و اینو نوع شاتاوت حساب میشه البته خیلی مطمئن نیستم که حتما چرسی اولین بار این لفظ رو استفاده کرده باشه ولی صد درصد اون بوده که بابش کرده خیلی هم باب نیست و صرفا اینکه توی ایل... تو ایلیگال استفاده کرده ایلیگال هیچ شده شاید هم شاید نباشه نمیدونم ولی جالبه که چرسی اینجوری تاثیر گذاشه الان من میدونم فلوس چی حد میدونی علاوه بر این توی این آهنگ برای اولین بار در رپ فارسی یکی با اسم ساسیمانکن فلکس میکنه و ویرجینیتی این مسئله توسط بهزاد لیتو شکسته میشه یعنی ساسی مانکن به عنوان عنصر خوب به عنوان آدم خوب ده سال ساسی مانکن داشته فوش میخورده و رپ مبتزل و چی میگفتن به اون موج دامبلی کوسک آره یه همچین چیزی حالا آخر همین آهنگ میگم آهنگ عجیبی سمیه به خود کچی از فلوی رضا پیشرو رو توری استفاده میکنه یه فلویی که من تو کارهای رضا رو شده نه فلوی قدیمیه یه فلوی که تنده ترک حباب ترک ددان و پوریا کی که هم این ترک بیت لوفا استفاده شده فیلان ولی یه ملودی توی این ترک استفاده شده توی اون بیت لوفای و اون جوری که اونا دارن میخونن روش با اون فلو اون خود لحنشون و فیلان و اینا یه جوریه که انگار توی بیت گیر افتادی وقتی داری میشنویش انگار جلو نمیره بیت و خیلی اذیت کننده است من اصلا سلیقم نبود این آهنگ انگار که بیتش پرودکشنش توش یه سوالی داره ازت میپرسه و تو جوابشو نمیدونی و خودش هم جوابشو نمیگه بهت و توی یه لوپ تکراری ابدی افتادی و نمیتونیم ازش خارجی خیلی حس بدی نمیدونم چرا به این آهنگ انقدر حس بدی داشتم من تکستش هم واقعا چیز خاصی نداشت یعنی اگه بخوام در چند کلمه کوتاه خلاصش کنم یه ترک پاپ رادیو رادیو جوانی مثلا تیپیکال تیپیکال خار بود اینجوری من نگاه میکنم همه هنگ فیت با کنیس بود کنیس توی این ترک داشته خود سعی کرد مامبل تر بشه ولی ملودی کورسش بازم یه چیز تیپیکال تکراری بود های پیچ ویس آخرش هم من دوست داشتم بعد یه اشاره شد به لاین صورتی که همون تو سیبیه که مثلا این یه کامبکی هم هست به آهنگ تو سی همین آلبوم دیگه خب و اصلا یه چیز جالب ارتباط جالب اینجوری هم بود میونه ترک ها ولی موضوع ورس کنیس چیز جالب بود به نظر من اولش اینجوری شروع میشه که لم دادم جلو پنکه بعد حالا دارم استراحت میکنم اینا گوشیم زنگ میخوره میگن برنامه کنسل میشده میگم آخ جون حالا ادامه داستان افکار یه ترک یادم رفته اینجا ننوشتمش ریدم ولی حالا بالاخره کل آلبوم براتون این همه تحلیل کردم دیگه ولم کن یه چیزی که هست در کلیت این آلبوم حرف آخر اینه که در اکثر ترک ها به خاطر اینکه تمپوشون یکسان بود و معمولا هم توی یه سبک بودن انگار داشت یه, یه ترک میشنید یعنی خیلی پراکندگی و تنوع نداشت آرتیست ها فکر میکنن اگه اگه میخوان خیلی فیت بدن تو آلبومشون آلبوم متنوع میشه درست متنوع میشه و فیت دادن اکشولی کار خوبی بوده تو این آلبوم کمک کرده به همه ترک ها کیفیت برده والا فیت علکی نبوده و فیت های حساب شده باحالی بوده خب اکثرا ولی این پروڈاکشن خیلی مهم تره چون عنصر مشترکی که هست توی همه این آهنگ یه بهزاد لیتوه و الان داریم میبینیم که مثلا یه پروڈاکشن مشابهی دارن همه ای این باز کیس به کیس آلبوم به آلبوم فرق میکنه ولی در این کیس مخصوصا به خاطر اون تمپو یکسان همه آهنگا احساس میکردی داری اکثرا یه چیزی میشنوی خیلی تنوع نداشت خیلی گستره نداشت دامنش وسیع نبود آلبوم آره همین در کل آلبوم با, با کیفیتی بود خوب بود جالب بود به نظر من متوسط رو به بالا بود همه ترکاش همه ترکاش یه،, یه جور خوب بودن تقریبا اکثرا مثلا شیش و نیم بودن به جز که حالا گفتم و میدونی همین اینا نظر من بود در برو آلبوم بچه تخص از بهزاد لیتو که روز تولد مامانش هم منتشر شد هیج... چیه؟ هیجده منم که چیز دارم یه پادکست دارم هولیشت اینجا میذارم لینکشو لینک پلیلیستشو جالبه برین چیز کنین دنبالش کنین کلا بچه ها خیلی دیگه خواهم میاد لایک و کامنت و ساب و بلدین خودتون شبکه های اجتماعی من هم این زیر هست میتونین من فالو کنین و با هم در ارتباط باشیم همین خیلی ممنون که تا اینجا این ویدیو دیدین و آها راستی گفتم زاویه هم تغییر بدم متوجه شدین دیگه ایشالله نه مثل این که موهامو کوتاه کردم فقط دو نفرتون گفتین برحال مرسی خدا نگهدار وای 好的、啊，啊啊。